Bismillahirrahmanirrahim. Bə davamın cələsi az məzmunə kompüter network 4 ya məzmunə network admin səyəşən xoş amadın. İnşallah ki, videoya qıbli tünüsse başə, şumar kumak kərdə başə, tayi ki, lekçerə xoda bi surat videoyu təqib bukunin və baz həm əgə cəhə səval ya məşkil dərin, mitənin bəyə məsəj bəktərin, tayi ki, bə səvalat şuma cevab gəyi bəkunin. Və kuşiş mə inə ki, nəayət kuşiş mə inə ki, cəhə səval nəmunə və nöqtə ki, mubhəm başə dəxil videoyu rəzi bəyan bəkunin. خب میریم لکچر امروزی رو میبینیم که به جریان یا جزئیات درس امروزی آشنا بشیم و بفهمیم چی موضوع انشالله امروز قرار درس داده بشه. درس امروز شما بازم کار پرکتیکیه مثل جلسه قبلی و از این بعد هر لکچری که بخونیم کار پرکتیک خودم به همراه خود داره. این جلسه انشالله مبحث انستالشن ویندوز سرور 2016 میخوانیم، بعد میایم او اس ورچوالایزیشن رو به شما میگم چون قرار ورچوالایزیشن انجام بدین و بعد میایم در تا ورچوالایزیشن سافتویر رو میخوانیم که ورچوال باکس چیه، وی ام وی ار و پارالل دسکتاپ و هایپر وی، اینا تولزا یا سافتویرهای که به شما ورچوالایزیشن رو اجازه میده و قرار ویندوز سرور 2016 ما هم ورچوالایز بکنیم تا یک هم کانسپت ورچوالایزیشن رو یاد گیریم و هم از هاردویر بیشترین استفاده رو بکنیم. خب میریم از اولین لکچر شروع میکنیم که ورچوال انستالشن ویندوز سرور 2016 چی قسمه. کسایی که ویندوز سرور 2016 انشالله میخواین نصب بکنین، اول باید شما آیزو یا ایمیج از روی داشته باشین، حتمی داریم. بعد میخواین در تب نصب ویندوز سرور 2016 بفهمین که چی قسمه، کال انشالله عملی به شما کار میکنم. خب منتها بازم برای کسایی که میخواین بفهمن که چی قسم نصب میشه یا چی مراحل نصب چی استیپایر داره، بعدا به کار عملی هم میبینیم. فقط حالا من به شما بگم که انستالشن ویندوز سرور 2016 شبیه به ویندوز 10 هست. کسایی که ویندوز 10 نصب کرده باشیم عین چیز، شما میتونید ویندوز سرور 2016 هم نصب کنیم. این میشه ورژن دسکتاپ، این میشه ورژن سرور. میفهمیم سیستم عامل دو ورژن داره، ورژن دسکتاپ یعنی ویندوز 10، ورژن سرور یعنی ویندوز سرور 2016. انستالشن ویندوز سرور 2012 بازم شبیه به ویندوز 10، کسی که ویندوز سرور 2012 نصب کرده باشه میفهمه که این مراحل یا استپایی که ویندوز 10 نصب میشه این استپا داره. انستالشن ویندوز سرور 2008 شبیه به ویندوز 7، کسی که ویندوز 7 نصب کرده باشه ویندوز سرور 2008 به راحتی میتونه نصب کنه. بعد انستالشن ویندوز سرور 2003 شبیه با ویندوز XP، کسی ویندوز XP نصب کرده باشه راحت میتونه ویندوز سرور 2003 نصب بکنه. پس ما ویندوز سرور 2003 داریم، 2008 بعد از 2008 داریم که آماده به بازار، بعد 2012 داریم و بعد 2016 داریم. اینا ورژن های ویندوز سرور که هر کدوم با قابلیت ها و کارهای بیشتره. انشالله قراره ما به اسم شما ویندوز سرور 2016 نصب کنم که عبده تر باشه و با شما به سرویس های ویندوز سرور در قالب ویندوز سرور 2016 آگاه بشیم و یاد بگیریم. خب به همین امیدواریم میریم لکچر بعدی رو میبینیم یا سلاید بعدی رو میبینیم که چی هست. سلاید بعدی چون قرار شما همین و پس نصب کردن سیستم عامل ویندوز سرور 2016 ورچوالایز بکنیم، یعنی عملی ورچوالایزشن و تعریف برای ورچوالایزشن باید یاد داشته باشیم که خود ورچوالایزشن چی هست. Virtualization is the creation of virtual rather than actual version of something. Virtualization یعنی ایجاد کردن ورژن ورچوال یا مجازی یک چیز نسبت به ایجاد کردن ورژن حقیقی از اون. یعنی زمانی که شما یک سیستم عامل اگه یک وقت روی لپتاپ رو نصب کنین که به صورت حقیقی نصب و در این زمان یک حقیقی نصب میکنین، همین میگن ورژن حقیقی. اگه بریم چندین تار با استفاده از یک از ورچوالایزیشن سافتویر رو روی سیستم خونه نصب کنیم، اونا رو یکا بعدی به نام چی یاد میکنم؟ به نام ورچوال. پس هر زمان شما ورژن ورچوال یک چیز چندین تا روی سیستم خونه نصب کردیم برای از اونا میگن ورچوال، و هر زمان یک نصب کردیم یا در کل یک سیستم عامل روی یک لپتاپ داشتیم رو میشه حالت حقیقی از اون. یا ساده تر دگار لطای هم شما میتونیم مثال های دیشته باشیم، ولی به این جگه من مثالی که دادم ایر اپریتینگ سیستم ورچوالایزیشن میگم، یعنی مجازی سازی اپریتینگ سیستم.
such as operating system، مثالی که شما operating system رو مجازی بکنیم، server، سرور رو مجازی سازی بکنیم، یعنی چندین تا سرویس داخلی یک سرور قرار بدین، storage device or network resources، storage device ها رو virtualize بکنیم، network resources ها رو virtualize بکنیم، مثل عملی VLAN که شما به سمستر پنجم میخونیم، و هم دقیقا تایپی از virtualization که داخل یک سویچ شما چندین تا VLAN ایجاد میکنیم. بعد میاییم ادامه از رو میخوانیم. Virtualization uses software that simulate hardware functionality in order to create a virtual system. خب Virtualization software ها که هسته simulate میکنه یا مجازی سازی میکنه کارکرد خود hardware، یعنی یک hardware که برای یک کار ساخته شده میره اون مجازی سازی میکنه و از او به عنوان چندین کار میتونه استفاده بکنه و رو از روی چندین تا ورچوال سیستم میتونه ایجاد بکنه. به همین عملیه که شما با استفاده از یک سافتویر میریم یک هاردویر به چندین بخش تقسیم میکنیم و بعد میتونیم از روی چندین کار بگیریم، همین به پس میشه ورچوالایزیشن. بعد میایم سر اپراتینگ سیستم ورچوالایزیشن چیه. این مبحثی که ما تمرکز ما روی هسته این مبحثه. اپراتینگ سیستم ورچوالایزیشن means running multiple OS on one PC at the same time. خیلی تعریف ساده، یعنی operating system virtualization به این معنیه که شما ران بکنیم یا اجرا بکنیم چندین تا سیستم عامل روی یک پی سی در این زمان، در حالی که میفهمیم اگه به صورت حقیقی باشه فقط شما حق داریم یک سیستم عامل روی یک پی سی نصب کنیم، دو تا در این زمان بالا آوردن نمیتونیم مگه که یکی ورچوال باشه. Using virtualization software، با استفاده از چی محیط ای کار میتونیم کرده که چندین تا سیستم عامل در این زمان روی یک پی سی رن کنیم؟ با استفاده از virtualization software. خب ولی virtualization software چی هست میبینیم. این هم نمونی از OS virtualization. چی قسم؟ شما فرض کنیم لپتاپی داریم مک روی نصبه یا لپتاپی داریم لینوکس روی نصب، بعد میایم نیاز به ویندوز 10 هم داریم، نیاز به ویندوز 7 هم داریم، نیاز به اوبونتو هم داریم. شما میخواین چندین تا سیستم عامل را استفاده کنید. من موقعی درس دادن نیاز دارم به یک سینف خود ویندوز 7 درس دارم، به یک ویندوز 10 نصب دارم، به یک سینف دیگه خود لینوکس درس دارم یا اوبونتو درس دارم. بنابراین اگر ما خواسته باشم بعد سه لپتاپ داشته باشم و هر کدام یه نصب بکنیم. رایل بعدی دولبوته که باز هم دو تا سیستم رو به شما اجازه میده که نصب بکنیم. او هم در این زمان یکیه. ولی هر زمان شما خواستیم چندین تا سیستم عامل روی یک پی سی نصب کنیم، همیر به نام چی یاد میکنن؟ به نام ورچوالایزیشن، او اس ورچوالایزیشن میگن. با استفاده از سافیرهای کار صورت میگیره. کانالی سافیرها هم لستینار به قسمت شما میتونیم ببینید. خب virtualization software چی هست؟ virtualization software allows you virtualization software به شما اجازه میده to run two or more operating system using only one PC. این virtualization software به شما اجازه میده که شما run بکنید چندین تا سیستم عامل را فقط بر روی یک PC. So it's like two or more computer in one. این مثل از این میمونه که شما دو یا چند کامپیوتر در قالب یک کامپیوتر یک جا ساخته باشین. One is physical and the others are virtual. یک به عنوان physical کمپیوتره، دیگر دیگه به عنوان virtual کمپیوتره. پس یک کمپیوتر شما یعنی اونی که سیستم عامل حقیقی به عنوان guest یا میزبان هسته، اون میشه حالت حقیقی یا physical داره، بقیه که داخل از اون هست میشه به عنوان virtual داره. یکی اولی که هسته با نام میزبان و بعد یاد منامه چی یاد نکنن؟ منامه مهمان یا گست هم میگم اگه وقتی جای شنیدی. Virtualization software also called hypervisor. با Virtualization software ها hypervisor هم گفته میشه. Virtualization software ها مثل چی؟ مثل VMware Virtual Box، مثل Parallel Desktop، مثل Hyper-V که در خود Windows Server 2008 به بعد وجود داره، ای اجازه ورچوالایزیشن رو شما میده. اینا به صورت سافیر اکسترنال مثل VMware Virtual Box Parallel Desktop و ای در قالب خود ویندوز سرور 2008, 2012 و 2016 است. ای لوگو Virtual Box که انشالله روی کار میکنیم. VMware هم بعضی شما دوست داریم میتونیم VMware کار بکنیم. بعضی که میخواین از خود ویندوز سرور استفاده کنیم میتونیم Hyper V نصب کنیم، میتونیم Parallel Desktop نصب کنیم. اینا سافیرهای مختلفیه که به شما اجازه میده تا شما عملی
وایس ورچوالایزیشن رو بتونیم انجام بدیم. خب بعد میایم جمله چی نوشته شده؟ Let's install Windows Server 2016 on VirtualBox. من قرار برنامه که استفاده کنم VirtualBox باشه. من قبلا ویدیو ثبت کردم که اونا با ویندوز سرور 2008 با وی ام وی کار شده. تولز ها مختلفه. با هر تولز که شما خواسته باشیم راحت میتونیم نصب بکنیم. پس اول باید برنامه ورچوال باکس نصب کنم، بعد داخل از او ویندوز سرور 2016 نصب کنم. میریم این کار انجام میدین. بعد از اینکه وقت گرفته نشه، من ورچوال باکس از قبلا نصب کردم، فقط میرم ورچوال باکس رن میکنم، نوشته میکنم ورچوال، بعد میاره برای من اوراکل ورچوال باکس، چون توسط کمپانی اوراکل ساخته شده ای برنامه وی ام وی ار ورچوال باکس. ورژنی که من استفاده میکنم ورژن 6 تقریبا، میتونیم بگیم ورژن اپدیتیه. میتونم سافت از ایران برکدم از شما ارسال بکنم یا بیایم از خود پانتون بگیرین. هر زمان شما خواسته باشیم یک سیستم عامل رو نصب کنیم، یه سیستم عامل حقیقی منه که بک‌گراند نصب، حال یک سیستم عامل دیگر با استفاده از این برنامه ورچوال باکس رن میکنم که ما بتونم چندین سیستم عامل در این زمان اجرا کرده باشم. یا میتونیم ورچوال باکس از این سایت virtualbox.org هم .org هم دانلود بکنیم. خب برای نصب ویندوز سرور 2016 چیکار میکنیم؟ میایم رو قسمت نیو کلیک میکنیم، بعد یک نام میدیم برای اون. من نوشته میکنم ویندوز سرور 2016 2016. بعد به شما میگه مشخصاتی که به کجا جا ببره ذخیره بکنه. میتونیم موقعیت ذخیره سازی رو از اینجا تغییر بدیم. مادر انتخاب میکنم این جایی که ذخیره میشه، چون به درای وسیخ و جانه دارم بیترم و برم داخل درای و ای خو ذخیره کنم. باشه شما نشون نم ما کمپیوتر خو باز میکنم، درای و سیم فقط 10 جی بی جا داره، ولی درای و ایم 144 جی بی جا داره، 1168 جی بی. پس بیتر داخل یکی از این دو درای باشه، داخل درای و سی جا نداره. حالا من میرم داخل درای و ای رفتم و از اینجا یک فولدر هم میتونم بسازم که واضح تر شه که همه گی فایل ها از او من نوشته میکنم ویندوز سرور 2016. یک فولدر هم بساختم که داخل همین فولدر همین ایمیج خور یا همین کل پروسیجری که مربوط به فایل هایی که مربوط به ورچوال باکس داخل از او ذخیره بشه، این داخل همین فولدر داخل درایو ای ذخیره بشه. پس رو آدرس رفت گرفت. بعد نویت چیه؟ ببینیم سیستم عامل های مختلف شما میتونیم نصب بکنیم، چون من نام ویندوز سرور نوشتم اتومات خود مایکروسافت ویندوز راور در لینوکس میتونیم داشته باشیم، سولاریز میتونیم داشته باشیم، بی اس دی میتونیم داشته باشیم، مک میتونیم داشته باشیم که مربوط به کمپانی اپل، لپتاپ های اپل مک او اس نصب میشه. پس شما هر نوع سیستم عامل میتونیم ورچوالایز بکنیم. ما چون ویندوز سرور مربوط به کمپانی مایکروسافت بای دیفالت انتخاب شده. از اینجا اگه بیایم ورژن ها 32 بیت و 64 بیت هم هست، ببینیم از اون ویندوز 7 شما میتونیم انواع مختلف سیستم عامل ها رو میتونیم نصب کنیم. از اون ویندوز 93 95 این تیم می میایم امیت پایین ترسه کنیم، همه گه سیستم عامل ها رو داره. ما ویندوز سرور چی قرار نصب کنم؟ ویندوز سرور 2016. میرم از بین لیست انتخاب میکنم، ببینید این به اسم سرور 2016 نوشته، ویندوز 2016. ویندوز 2016 یعنی ویندوز سرور 2016 64 بیت، درسته 32 بیت هم داره، شما میتونیم 32 بیت انتخاب کنیم. پیش فرض اینا کسته 64 بیت، این 2019 رو هم سپورت میکنه، ویندوز سرور 2019 رو هم سپورت میکنه، 32 بیت هم دارم 64. خب از من لپتاپ من 64 بیت هم میتونم این انتخاب بکنم 64 بیت. برای از اینکه بفهمیم CUD 64 میتونه بنویم کامند رم رن بکنیم و همین قسمت سرچ نوشته کنیم DX DIAG برای میگم این رن بکنیم، برای شما میانم سیستم عامل نصب شده و همه چیز هم میاره. اپراتینگ سیستمی که رو از این نصب ویندوز 7 هم ویندوز 10 نصب میکنم چند روز بعد انشالله، چون این قدیمی شده یه لپتاپ دیگه میشتونه ویندوز 10 داره. ببینیم چند بیته؟ 64 بیته. رم کمپیوتر می چنده؟ یه چیزی که به درد شما میخوره حداقل بر لپتاپ شما کسایی که ورچوالایزیشن میکنیم 4 جی بی رم داشته باشه، 4096 ام بی. پس این درسته. پروسسور هم میفهمیم چنده؟ پروسسور لپتاپ ما کور آی 5 و بعد میگه هر 4 تا سی پی یو یا 4 کور داره و هر کوری 2.8 گیگاهرتزه. خوب سرعت بالایه. پس لپتاپ ما 64 بیت شد، رمی و 4 جی بیه
و بعد سی پی همین مقدار. از 4 جی بی کمتر ورچوالایزیشن خیلی مشکل میشه، سنگین میکنه. ای که درست فهمیدیم یک کلام. میایم به این قسمت، اینا فقط نکس میکنم، دیگه هیچ کاری نکردم. پس بک میرم که بفهمیم، فقط به اینجوری نام دادم، دیگه هیچ چیزی تغییرات نآوردم، دیگه به شما توضیح دادم که بفهمیم. نکست کلیک میکنم. اینجوری چی مقدار رم برای از این ورچوال باکس رو اختصاص میدیم؟ برای همین ویندوز سرور 2016 2048 این بیه. ای کسایی که 4 جی بی رم داریم خوب خوبه، ای کسایی که 8 جی بی رم داریم میتونیم 3 جی بی هم اختصاص بدیم، مشکلی وجود نداره. من چون 4 جی بی رم دارم زیادتر از 2 جی بی اختصاص دادن نمیتونم. همین درسته، یا 1.5 جی بی هم میتونیم بکنیم. از اینجا میتونیم یک کم و زیاد کنیم، نوشته کنیم 1500 این بی، درسته مشکلی نداره. یا 2048 این بی هم که درسته، این چیز 2048 این بی، 2048 MB رم به اختیار همین برنامه قرار دادم. نکست کلیک میکنم و بعد اوتوماد همین کرییت ورچوال هارد دیسک نو انتخاب شدیه، چون اگه ما گزینه اگزیستنگ انتخاب بکنین بعد یک ورچوال هارد دیسک که قبلا داشته باشین که اول بخواین. پس همین گزینه وسط کرییت ورچوال هارد دیسک نو، یا حالا من میخوام یک ورچوال هارد دیسک ایجاد کنم، درسته کرییت کلیک میکنین. بعد به اسم ویدیو یا ورچوال دسک ایمیج انتخاب شده بای دیفالت گزینه اول باید باشه، نکست کلیک میکنین. هارد دیسک که شما میگه داینامیک باید الوکیت بشه یا فکس داینامیک انتخاب باشه بهتره، به خاطر که اگه وقت سایزی هم از امو مقداری که برای اختصاص میدیم اگه کمتر باشه، فضا هارد دیسک فریه به اختیار شما قرار میده. اگه فکس انتخاب کنیم باز تغییرات آورده نمیتونیم، کل همون فضا رو به خود اختصاص میده. پس داینامیک بیتره، داینامیک یعنی متغیر، فکس یعنی ثابت. خب بعد چی مقدار از هارد دیسک ری گرفته؟ 50 جی بی از هارد دیسک ریکامند کرده، یعنی درخواست کرده، گفته بریم اومده. شما اگه زیاد جان داریم میتونیم 40 جی بی 30 جی بی هر مقدار خواستیم، از 30 جی بی کمتر ندین دیگه، باز با این دو مشکل میخوریم، دیگه گپ پینی موقعی بکاپ گرفتن. پس ما 40 جی بی از هارد دیسک درایو ای خور که به اونجا ذخیره میشه به اختیاری و قرار دادم و به او گفته به کجای داخل درایو ای، داخل از این فولدر نامی هم ای چیزه، داد ویدی های هم فایل نک ایجاد میشه. فقط 40 جی بی کردم کافیه، شما که جا نداریم 30 جی بی بدیم کافیه. کریتر کلیک میکنه، حالا این ماشین ایجاد شد. اما ما بعد برای از اون ایمیج فایل ویندوز سرور 2016 را آدرس بدم. فقط روی استارت که کلیک کنیم که شروع بکنه. همین قسمت خیلی مهمه، همین قسمت خیلی مهمه. کال از شما میخواه که بیایم ایمیج برای آدرس بدهیم. این این قسمت میخواین که ایمیج را آدرس بده، میتونیم روی از این قسمت کلیک کنیم یا روی این فولدر کلیک کنیم، به شما همچین صفحه ظاهر میشه. این جایی که شما میریم ایمیج برای از این چیکار میکنیم؟ آدرس میدین که برای ایمیجر بخونه رو از اون، چون ما قرار از طریق ایمیج نصب بکنم و یا از طریق سی دی درایو هم اگه داشته باشه میتونی. اینم ما کامپیوتر رو باز کنم، درایو اف مکسته یک ایمیج داخلی و درایو اچ م سی دی درایو بمونه. یک وقت اگه سی دی حقیقی داشتیم درایو اچ خوب برای آدرس بدیم که رو از او بره نصب بکنه. اگه نداشتیم من ایمیج فایل دارم، فقط میرم از این قسمت ادر کلیک میکنم، چون درایو اف و اچ به درد من نمیخوره، من ایمیج فایل دارم، یعنی آیزو ویندوز سرور 2016 دارم، داخل فولدر پرکتیک ایمیج ویندوز سرور 2016 من دارم. همیر میگم از رو ازی نصب میکنیم، او ایمیج اوتومات به این لیست آورد. میبینیم ایمیج آورده، 4.87 جی بی هم هسته و بعد میگیم همو چیز شده، انتخاب شده. خب و بعد میگیم اینجور نامیر بیاورده، استارت شروع بکن. حالا یه شروع میکنه به نصب کردن روی ایمیج ورچوال باکس، و هم ورچوال باکس 6 ده. شما کوشش کنید از این ورژن یا ورژن بالاتر استفاده کنید. اینه دیگه، اگه کسایی که کار نکردیم ببینیم شبیه با ویندوز 10 اکثر چیزا مراحل نصبی و دیگه کارهایی. نکست کلیک میکنه، اینجا میفهمید دیگه تغییرات نداره، زبان انتخاب شده، کرنسی انتخاب شده، زبان کیبورد که اینپوت وارد میکنیم انتخاب شده، هیچ چیزی تغییر ندیم. نکست گزینه اینستال ناو با شما فول اسکرین کنم، برون قسمت ویو که شما بیتر ببینیم، فول اسکرین کلیک کنم، خب کامل باشه صفحه که شما عین نصب ویندوز رو ببینیم. خب استپ بعدی از شما پرسان میکنه که بله سریال نمبر داریم یا ندارین. اگر سریال نمبر داشته باشین خب سریال نمبر ویندوز
سرور 2016 در بیس ارتی به این قسمت وارد میشه، ولی اگر نداشته باشیم نوشته I do not have product key. من product key ندارم موقتا، شما میتونید او را نصب بکنید و از با آینده سریال کی خود وارد بکنید. خب بعد وقتی او گزینه تیک زدیم که من product key ندارم ولی بعدا باز رو وارد میکنیم، گزینه next فعال میشه یا گزینه بعدی به شما میاره. دوسته ورژن از ویندوز سرور 2016 وجود داره که یک وقت شما نصب میکنیم متوجه باشیم ورژن استاندارد هم هسته، ورژن دیتا سنتر هم هسته، باز ورژن کور هم ما داریم، ورژن دسکتاپ اکسپریانسز هم داریم. ورژن کور که باشه، ورژن که هسته او گرافیک نیه، او کامندیه، از طریق پاورشل شما میتونیم مدیریت از او انجام بدین. ولی وقت دسکتاپ اکسپریانس باشه، یعنی کسایی که تجربه با دسکتاپ دارن، این محیط گرافیکی داره، ولی یکی که هست یکی اولی محیط گرافیکی نداره. همیشه که ورژن های از ویندوز سرور نصب میکنیم استاندارد کرده، به کارهای خیلی پروفشنال استفاده نمیشه، به دیتا سنتر ها استفاده نمیشه، کمکی مشخصات کاری و نسبت به دیتا سنتر کمتره، پس بهتر ورژن دیتا سنتر انتخاب کنیم. خب پس دیتا سنتری که اینجا نوشته شده، این ورژن ورژن کور گفته میشه که کامن لاینه، ولی این ورژن دسکتاپ اکسپریانس که هست گرافیکیه. این به قسمت هم توضیحات رو بخونیم، من اگه دیتا سنتر انتخاب بکنم به اینجا به شما کل توضیحات داده، دس آپشن ریکومند گفته ریدیوس منیج، خب توضیحات رو داده، بعد گفته ات داز نات اینکلود جی او آی، ای شامل جی او آی نمیشه، یعنی ورژن جی او آی نداره این دیتا سنتر. با بعد چی انتخاب بکنم؟ دسکتاپ اکسپریانس انتخاب بکنم که ای جی آی داشته باشه. به اینجا باز به شما به ادامه گفته، بعد گفته You can fully manage the server locally or remotely with the Windows PowerShell or other tools. گفته شما درست ای جی آی نداره، ولی میتونیم به صورت کامل منیج بکنیم، چی به صورت لوکال یا داخلی باشه، یا به صورت که شما به سیستم خلاقین میشیم، یا ای که از راه دور ریموتلی کنترل بکنیم و وارد بشیم، یا از طریق برنامه پاورشل که استفاده میکنیم، برنامه تولزی مثل سی ام دی وری که بیشتر در ویندوز سرورهای برای مدیریت کردن سرورها از طریق کامن لاین اون میگن پاورشل. خب ما پس دسکتاپ انتخاب میکنم، ورژن دسکتاپ از کدوم و ویندوز سرور؟ ویندوز سرور دیتا سنتر استاندارد گفتیم قابلیت ها کمتر داره، دیتا سنتر بیشترین قابلیت داره، یا انترپرایز اگه یک وقتی بود انترپرایز رو هم میتونیم انتخاب کنیم. استاندارد زیاد قابلیت نداره، خوب هست ولی قابلیت نسبت به دیتا سنتر کمتره. خب 64 بیت هم هست، x64 نکست کلیک میکنم. اینجا هم میفهمید لسنس اگریمنت یک رو باید اکسپ بکنید، گزینه نکست کلیک میکنید، مرایل نصب بین کاستوم انتخاب میشه. بعد میایم یه می درایو که ما برای 40 جی بی اختصاص داده بودم، میتونم نیو کلیک کنم، یک پارتیشن از اون میسازه، yes. یک پارتیشن از اون ساخته شد و بعد اون انتخاب شده، نکست کلیک میکنیم و مراحل نصب ویندوز سرور 2016 شروع میشه. ای مراحل کمک وقتگیر هست، نیاز نیه که برای کد یا ثبت بیایه، بنان پاز میکنم، بعد چند دقیقه بعد که استپای بعدی را آورد تکمیل میکنیم. بعد از مرایل که فیصدی نصب ویندوز رو نشون میده تا اینکه 100% تکمیل میشه، وقتی 100% تکمیل شد ریستارت میشه و همچین صفحه ظاهر میشه. این صفحه که مشخص میکنه یوزری که از این بعد قرار شما به سیستم لاگین بشیم، یوزر ادمنستریتوره و بعد برای پسورد بدیم و پسورد شما باید کامپلکس باشه، یعنی پیچیده باشه، حروف بزرگ، اعداد و حروف کوچک در ترکیبی رو باشه که اگه نباشه ارور میده. مثلا مثال می یک پسورد میدم، پسورد ضعیف که ببینیم شما بعد میام به اینجا هم پسورد میدم، این گزینه ویزیبل هم که اگه کلیک کنیم به شما نشون میده قابل دید باشه، اگه نباشه که چی، من میگم او پسورد رو دادیم و بعد میگیم فینیشت. بعد برای شما یک وارنینگ میده که در پسورد یو تایپ، پسوردی که شما تایپ کردیم does not meet password complexity requirement set by the administrator for network or group. این پسوردی که ست کردیم complexity requirement یعنی پیچیدگی که باید داشته باشه رو نداره، بنابراین باید پسورد پیچیده ترکیبی از حروف بزرگ اعداد حتمی باید باشه. من نوشته میکنم ccna@123، اینه ببینید سی سین ای ات یک دو سی، بعد اینجا گفت
CCNA at یک دو سه کم عدد حروف کوچک و حروف بزرگ باشه. خب فاینالایز شد و بعد سپای بعدی را نشون میده و ویندوز آماده برای استفاده میشه، ویندوز سرور 2016. اپلاینگ سیتینگ بود. فعلا دیگه مرحله لود کردن یا دیسپلی دادن خود ویندوز سرور 2016 رسیده. بله دقیقا، بعد ساتردی و بعد 25 اپریل 2020، ساعت هم 3:23 میگه شما کنترل آل دلیتر وارد بکنین کان لاک بشه و جا پسورد در بیاره. همیشه یاد شما باشه سرورا وقتی خواسته باشیم لاگین بشیم و یوزرنیم پسورد در وارد بکنین، بعد کنترل آلت خود دلیت در کیبورد فشار دهیم. ولی چون ما از زمانی که ورچوال باکس استفاده میکنیم کنترل دلیت فشار دیم، تاسک منیجر رو باز میکنه. بیتر امینه چیکار بکنیم؟ بیتر امینه بیایم به قسمت گزینی به اسم اینپوت باشی، از اولاد فول اسکرین بیارم بیرون، بیایم به تب اینپوت گزینی کیبورد و بعد از اونجا نوشته انسرت کنترل دلیت، انسرت کنترل دلیت رو کلیک کنیم و بعد جا لاگین اسکرین یوزرنیم پسورد به شما میاره. حالا پسورد ویندوز سرور رو وارد بکنیم. پسورد وارد کرده بودم CCNA@123. خب گفته پلیز ویت، باز منتظر میمونیم که پروفایل ما چیکار بکنه، لود بکنه پروفایلی که در ویندوز سرور 2016 برای اون یوزر ادمنستریتور شما ساخته شده. همیشه به سرور که لاگین میشیم از یوزر ادمنستریتور لاگین شیم تا اینکه موقعی که نصب میکنیم رول ها و فیچرها رو به مشکل نخوریم. خب این بود از مراحل نصب ویندوز سرور 2016. انشالله که به خوبی شما هم بتونیم نصب بکنید. کسایی که ایمیج ویندوز سرور 2016 و برنامه ورچوال باکس نیاز داریم میتونیم از پانتون از خودم بگیریم و تا ای که به روزهای بعدی آماده باشیم برای از اینکه کارهای بیشتر ما به ویندوز سرور 2016 بکنیم، یعنی رول اکتیو دایرکتوری نصب کنیم، این به عنوان دومین کنترلر قرار میدهیم و بعد دی سی پی نصب میکنیم، دی ان اس نصب میکنیم، سرویس های آی اس یا وب نصب میکنیم و دیگه سرویس های دیگه. این ویندوز سرور ما کاملا آماده برای استفاده و این هم سفر به نام صفحه سرور منیجر برای میگن که بعد انشالله تنظیمات یا جلسه بعدی انجام میدیم. این بود از سپای نصب، از انشالله که درست فهمیده باشیم. تشکر، وقت شما خوش.